مدام به خونه دخترهایی که معلوم نبود از کجا هستن و میآورد و مجبورم می کرد تا باهاشون رابطه جنسی رو تجربه بکنم سلام و درود به رفقای عزیزم امیدوارم که حالتون عالی باشه پرونده ای که امشب میخوام براتون روایت بکنم مربوط به اتفاقات هولناکیه که برای دختری که به عقد پشت سر هم دو برادر در میاد و این وسط اونها به طرز عجیبی زندگیشون نابود میکنن رفقای گلم ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن همچنین ممنون میشم کانال پادکست روایت رو که های واقعی که خودتون برام ارسال میکنید و من براتون روایت میکنم رو از قسمتی که بهتون نشون دادم سابسکرایب بفرمایید بریم وارد پرونده بشیم تا جزئیات ماجرا رو به طور دقیق بررسی بکنیم 13 بهمن ماه سال 1399 خانواده ای در مشهد از محله طالقانی به اداره پلیس آگاهی مراجعه میکنه و توی گزارشی اعلام میکنن که پسر بزرگشون به اسم پدرام الان بالای سه روزه که ناپدید شده و معلوم نیست که کجاست این خانواده توی گزارش خودشون میگن هر چقدر دنبال این پسر گشتن هیچ نشونه ای ازش پیدا نکردن از طرفی عروسشون هم نمیدونه که شوهرش به کجا رفته و اون خود درگیر مشکلات خودشه مادر پدرام جیران توی اظهارات خودش به مامورا میگه بعید بوده که پسرش بدون اینکه به اونها چیزی بگه به جای بره و برای همین هم به شدت نگرانشن جیران میگه هر چقدر با پسرم تماس گرفتم متاسفانه جوابم رو نمیده و همین هم من رو نگران کرده جیران در تشریح ماجرایی که اتفاق افتاده بوده به مامورا میگه حدودا سه روز پیش بود که من به همراه همسرم به خونه عروس خونمون رفته بودم تا به اونها سر بزنم اما متاسفانه متوجه شدم که پدرام خونه نیست و عروسم هم از این بابت مثل همیشه به هم اعتراض کرد و میگفت که پسرم به هیچ عنوان به اون توجهی نداره و اصلا بهش نمیرسه جیران میگه من توی خونه پیگی شدم ببینم پدرام کجا رفته اما آیناز هیچی راجع به اینکه شوهرش کجاست نمیدونست و همین هم باعث شده بود تا من نگران بشم توی خونه با تلفنش تماس گرفتم اما متاسفانه در دسترس نبود جیران میگه عروسم بارها به هم گفته بود که پدرام درگیر کارهای دیگه ای شده و متاسفانه با افراد غیر موجهی رفت آمد میکرده این زن میگه با این وجود من باور نمیکردم و به پسرم اعتماد داشتم از طرفی هر از گاهی هم با خودش حرف می زدم و نصیحت های لازم رو بهش می کردم. اما مثل اینکه گفته های عروسم حقیقت داشته و الان پدرام بالای سه روزه که گم شده جیران میگه من توی این سه روز به همراه شوهرم هر جا رو که فکرشو بکنید رو گشتم اما هیچ نشونه ای ازش پیدا نکردم این زن میگه شرایط زندگی ما خیلی پیچیده تر از چیزیه که بشه فکرش رو کرد و نیاز داره که براتون تعریف بکنم جیران میگه من یه پسر کوچکتر از پدرام به اسم محمد دارم و آیناز اول همسر محمد شده بوده محمد به خاطر اینکه درگیر مواد مخدر شده بود آیناز ازش طلاق گرفته بود و بعد هم به خواست خودش با پدرام ازدواج کرد من دیگه در جریان این نبودم که این دو نفر حین اینکه آیناز با محمد در ارتباط بود با هم سر و سر داشتن یا نه اما آیناز به محض اینکه از محمد طلاق گرفت با پدرام ازدواج کرد جیران میگه آیناز از محمد یه بچه دوقلو داشت و من برای اینکه نوهام دست ناپدری دیگه ای بزرگ نشن با این وصلت موافقت کردم و اجازه دادم تا این دو نفر با هم ازدواج بکنن خیالم راحت شده بود و با خودم میگفتم که پسر کوچیکم اگه زندگیش خراب شد حداقل پسر بزرگم سر و سامون پیدا کرد اما اونها به محض اینکه ازدواج کردن مجددا جر و بحث و دعوا توی خونه ما آغاز شد اونطور که آیناز میگفت گویا محمد به هیچ عنوان اهل زندگی نبوده این پسر آیناز رو اذیت میکرده و مدام با دخترهای دیگه در ارتباط بوده حتی اونها رو به خونه هم می آورده. من زیاد در جریان این ماجرا نیستم و بهتره که خودش برای شما توضیح بده اما چیزی که الان میدونم اینه که خود آیناز با پدرام توی درگیری بوده از طرفی برادر درام هم با اون درگیر بوده و به خاطر اینکه اون زن محمد رو گرفته بوده ازش شاکی بوده و بارها با هم در حد کش دعوا کرده بودن جیران میگه در حال حاضر هیچ اثری از دوتا پسرام نیست و نمیدونم که اونها به کجا رفتن پلیس سارات این زن رو ثبت میکنه جیران از مامورا خواهش میکنه تا هر چه سریعتر تحقیقات خودشون رو آغاز بکنن و دو تا پسر اون رو پیدا بکنن چرا که اون به شدت نگران بوده و میترسیده که نکنه سر بچاش اومده باشه این زن از طرفی عروسش رو نفرین میکنه و میگه از وقتی که آیناز وارد زندگی ما شده ما همینجوری توی مشکل و اختلافیم و کاش که محمد باهاش ازدواج نمیکرد و پدرام هم اون رو نمیشناخت و این اتفاقات برامون نمیافتاد مامورا مشخصات پدرام و محمد رو از این زن میگیرن از طرفی آیناز زنی که عروس این خانواده بوده رو هم شناسایی میکنن و به اداره دعوت میکنن ماجرای این پرونده به شدت عجیب و در عین حال دلخراش بوده اتفاقات هولناکی برای این دختر توی این خانواده رخ داده بوده و اون به هیچ عنوان تا به الان ککش هم نگزیده بوده و با کسی چیزی نگفته بوده آیناز توی اداره پلیس از اونجایی که خانواده شوهرش اون رو متهم میکنن و میگن که اون یه بلایی سر پدرام آورده صبرش به اتمام میرسه و همه چیز رو برای پلیس تعریف میکنه این زن توی اداره پلیس در تشریح همه اتفاقاتی که براش رخ داده بوده میگه همه چیز از خونه پدرم شروع شد کاش هیچ وقت موقعی که دوستای پدرم به خونمون رفت و آمد داشتن من برای دیدنشون به بیرون نمیرفتم و هیچ وقت محمد رو نمیشناختم آیناز میگه اولین باری که محمد رو دیدم توی خونه خودمون بود پدرم به واسطه شغلی که داره رفیق‌های زیادی از قسمتهای مختلف شهر داره از طرفی خودش هم تا حدودی رفیق بازه و همینها باعث شده تا رفت آمدها به خونه ما زیاد باشه یکی از دوستاش هم خانواده محمدینا بودن با وجود سنتی بودن خانواده ما محمد این جربزه رو پیدا کرد که شماره تلفنش رو به من بده و شماره تماس من رو ازم بگیره من توی اون بازه که محمد با من آشنا شد دانشجوی دانشگاه بودم و زندگیم از هر لحاظی که فکرش رو بکنید توی شرایط مناسبی بود اما این پسر بعد از ورود به زندگی من همه چیز رو خراب کرد شش ماهی با هم در ارتباط بودیم و توی این مدت محمد کاری کرده بود که من به شدت بهش علاقمند شده بودم اصلا فکر نمی کردم که کسی که دوستش دارم در این حد عاجز و ناتوان بوده باشه به هر نحوی که بود اون پا پیش گذاشت و از طریق خانوادهش من رو خواستگاری کرد منم قبول کردم و با هم ازدواج کردیم هر دو خانواده راضی بودن خودمون هم راضی بودیم اما تازه بعد از اینکه ازدواج کردم متوجه شدم که این پسر بیشتر هم که فکرش رو میکردم نبوده و متاسفانه متاد بوده آیناز میگه این موضوع رو ازم مخفی کرده بود و خانوادم هم از این قضیه در جریان نبودن توی زندگی با محمد خیلی اذیت شدم و تقریبا به قهقرا رفته بودم از طرفی متاسفانه توانایی بچه دار شدن رو هم نداشتم و رحمم مشکل داشت خانواده محمد هم برای اینکه نقص پسرشون رو بپوشونن و کاری کنن که من پیششون بیارم مدام این مشکل من رو به رخم میکشیدن و باعث می شدن تا اعتماد به نفسم از بین بره محمد در طول 6 سال زندگی که با همدیگه داشتیم تبدیل شده بود به یه متاد درجه یک و به شدت درگیر اعتیاد شده بود اوایل خرجی خونه ما رو پدرش میداد اما به مرور زمان اون هم پول دادن به ما رو قطع کرد و محمد از اونجایی که سر کار نمیرفت رو آورد به فروختن وسایل خونه و شروع کرد تک به تک اونها رو فروخت تا مواد مخدر مورد نیازش رو تعمین بکنه خیلی هرس میخوردم هر بار هم که حرف میزدم با کمربند به جونم میافتاد و باعث میشد تا تمام بدنم سرخ و کبود بشه قضیه به همینجا ختم نشد بعد از یه مدت که دیگه نتونست چیزی برای فروختن پیدا بکنه منو مجبور کرد تا به سر کار برم من بدبختم به زور توی یه رستوران کار پیدا کردم و اونجا به صورت تمام وقت دست به کار شدم حقوقم برای خودم نبود و سر هر ماه محمد حقوقم و ازم میگرفت و خرج مواد میکرد عواست ما هم که پول کم می آورد دوستاشو به خونه می آورد و از این طریق از مواد مخدر اونها استفاده می کرد من بارها و بارها موقعی که محمد خمار می کرد و دوستاش توی خونه بودن از سمت اونها مورد آزار و اذیت قرار گرفتم اما موفق شده بودم تا خودم رو نگه دارم کاش همون موقعی که از محمد طلاق گرفتم مجددا به زندگی اونها بر نمیگشتم اما مگه میذاشتن مادر شوهرم با عرض معذرت یه افریته یه به تمام معناست اون بود که باعث شد تا زندگی من نابود بشه و مجبور بشم تا با پدرام ازدواج بکنم سال سوم زندگی با محمد انقدر روم فشار بود که مجبور شدم تا به خواست خانواده شوهرم پیش دکتر برم و با روش اسپرم اجاره ای به صورت دوقلو حامله شدم. بعد بعد از اینکه بچه ها به دنیا آمدن محمد نه تنها خرج من رو که خرج بچه ها رو هم نمیتونست بده و همین باعث شد تا من تصمیم بگیرم که دیگه ازش طلاق بگیرم و واقعا نمیتونستم به زندگی با اون ادامه بدم مادر شوهرم اما اجازه نداد تا استقلال خودم رو حفظ بکنم و برای اینکه بچه هام و نوه های اون زیر دست ناپدری بزرگ نشن مجبورم کرد تا با پدرام ازدواج کنم فکر می کردم که پدرام بهتر از محمد باشه اما بهتر که نبود هیچ بدتر بود بعد از اینکه با پدرام ازدواج کردم دعواهای محمد و پدرام با همدیگه سر من شروع شد محمد دشمن خونی پدرام شده بود و می گفت که اون حق نداشته تا من رو به عقد خودش در بیاره مشکلات این دو نفر از یه طرف و بی اخلاقی های پدرام هم از طرف دیگه باعث شد تا نه تنها به لحاظ روحی روانی بیمار بشم که به لحاظ جنسی هم بیماری های مختلفی بگیرم و الان هم در حال حاضر با کمک خانواده در طول درمان قرار گرفتم و دارم پیش دکتر میرم آیناز میگه پدرام یه بیمار جنسیه و من از دستش تو آرامش نبودم این آدم روی من به عنوان همسر هیچ تعسبی نداشت و همیشه میگفت که مادرش باعث شده تا من زن اون بشم اونم فقط برای اینکه نوههای مادرش زیر دست ناپدری بزرگ نشن به این وصلت تن داده با دخترهای زیادی ارتباط داشت و متاسفانه گاهی اوقات اونها رو به خونه می آورد جلوی چشم من با اونها رابطه برقرار میکرد و از من میخواست تا توی این کار کمکشون کنم من به هیچ عنوان نزدیکشون نمی شدم اما این اواخر من رو هم درگیر خودش کرده بود و کارهای کسیفی انجام میداد. اون کسافت ازم می خواست تا یه رابطه یه جنسی گروهی باهاش داشته باشم و به این کار تن بدم دخترایی که به خونه می آورد مشخص نبود که از کجا پیداشون می کنه. مجبور بودم تا به این کار تن بدم اگه نمی آوردم با چوب و کمربند به جونم می و تا حد مرگ کتکم می زد. هرچقدر هم به خانواده خودم میگفتم که توی خونه ی اونها دارم اذیت میشم و دیگه توان اینکه با اونها زندگی بکنم رو ندارم اما قبول نمیکردن پدرم یه اخلاق گندی که داشت این بود که میگفت دختری رو که من برای یه بار از خونه دادم رفته دیگه به خونه راش نمیدم و حق نداره تا پیش من بیاد آیناز میگه با همه این مشکلات کنار اومدم چاره ای نداشتم الان هم حدودا سه میشه که متوجه شدم از ناحیه رحم و واژن دچار سوزش های خاصی شدم و به پزشک مراجعه کردم به هم گفته درگیر بیماری های جنسی شدم و از این بابت به شدت حال بدی دارم آیناز از مامورا خواهش میکنه و میگه این اولین فرصتیه که تونستم از دست این خانواده نجات پیدا کنم آیناز میگه پدرام به هیچ عنوان به هم اجازه نمیداد که از خونه خارج بشم موقعی هم که از محمد طلاق گرفته بودم و تنها زندگی میکردم هم وارد زندگیم شده بود و تهدیدم میکرد و هر بار که میخواست ازش جدا بشم یا اجازه ندم که به خونم بیاد بچه هام رو با خودش میبرد و تا چند روز اجازه نمیداد تا ببینمشون و اینجوری باعث میشد تا من سکوت بکنم آیناز در رابطه با گم شدن پدرام هم میگه توی این ماجرا هیچ دخالتی نداشته و احتمال میده یکی از دخترهایی که پدرام باهاشون ارتباط داشته و به خونمون رفت آمد داشته این بلا رو سرش آورده باشن پلیس اما اظهارات این فرد رو ثبت میکنه و تحقیقات خودش رو در رابطه با پیدا کردن این فرد آغاز میکنه متاسفانه هیچ نشونه ای از پدرام داخل مشهد وجود نداشته شماره پلاک ماشین این فرد به همراه تلفنش مورد استعلام و رصدهای مخابراتی قرار میگیره مامورا توی یه بازی ده روزه هیچ نشونه ای از پدرام پیدا نمیکنن تا اینکه دوربین های شهری به کمک پلیس میاد طبق اونچه که ثبت شده بوده مشخص میشه که پدرام آخرین بار با ماشین خودش به سمت سبزوار رفته بوده از طرفی تیه رصدهای مخابراتی تلفن تماس این فرد مشخص میشه که اون برای آخرین بار با دختری به اسم نادیا در ارتباط بوده طبق بررسی هایی که انجام میشه مشخصات این دختر به دست میاد اما مشخص میشه که هیچ نشونه ای از این فرد وجود نداره و گویا اون مخفی شده مامورا حدس میزنن که نادیا توی این پرونده دست داشته باشه البته فرضیه دست داشتن محمد برادر پدرام توی این قضیه هم مورد بررسی قرار گرفته بوده اما طبق اطلاعاتی که به دست میاد مشخص میشه که اون اگه میخواسته هم نمیتونسته تا چنین بلایی رو سر محمد بیاره چرا که به شدت درگیر اعتیاد شده بوده و این اواخر هم توی حاشیه شهر مشغول دورگردی شده بوده و شبها هم بیرون میخوابیده مامورا موفق میشن تا طی عملیاتی اطلاعاتی بالاخره مخفیگاه نادیا رو پیدا بکنن و این دختر رو به عنوان مزنون اصلی پرونده بازداش بازداشت و راهی اداره بکنند نادیا در حالی که ادعا می کرده از هیچ چیزی اطلاع نداره بالاخره بعد از گذشت چند روز و با ارائه مدارک و مستنداتی که پلیس به دست آورده بوده مجبور میشه تا تن به اعتراف بده از طرفی آیناس هم توی اداری پلیس چهره این دختر رو میبینه و تایید میکنه که اون یکی از دخترهایی بوده که پدرام با خودش به خونه می و از آیناز میخواسته تا به همراه اون با پدرام رابطه جنسی گروهی برقرار بکنه پلیس از نادیا میخواد تا به همه چیز اعتراف بکنه نادیا هم که میبینه همه چیز لو رفته مجبور میشه تا ماجرا رو تعریف بکنه این دختر میگه پدرام باعث شد تا زندگی من نابود بشه من آخرین باری که با پدرام در رابطه بودم با هم قول و قرار گذاشته بودیم تا اون پولی که من میخوام رو به هم بده اما اون نه تنها اون پول رو به هم نداده بود که مبلغی که دفعه قبل هم باید برام پرداخت میکرد رو نداده بود من هم از این بابت به شدت هرس میخوردم و از طرفی هم عصبی شده بودم اما پدرام مدام ناله میکرد و میگفت پول نداره و هر وقت که پول دستش بیاد پول من رو میده مدتی از این قضیه گذشت تا اینکه اون دیگه تلفن من رو هم جواب نداد فکر میکرد که من فقط یه دختر تنهام و کسی پشتم نیست تا بتونم پولم رو زنده کنم برای همین هم از راه تهدید وارد شدم اما باز هم جواب وقتی نگرفتم تا اینکه تصمیم گرفتم تا درس حسابی به این پسر بدم نادیا میگه آخرین باری که من و پدرام با هم به صورت تلفنی حرف زدیم مربوط میشه به دهم ده یا یازدهم بهمن ماه من طبق معمول برای گرفتن پولم باهاش تماس گرفته بودم اما اون مجددا ازم رابطه خواست و میگفت میخواد که منو ببینه منم از این موقعیت استفاده کردم و اون رو به ویلایی که توی سبزوار برای یکی از دوستان بود دعوت کردم و دو تا از دوستان یه پسرم رو هم که تو این مواقع کمکم میکردن تا پولم رو پس بگیرم به اونجا صدا کردم پدرام به محض اینکه وارد ویلا شد وحید و رامتین افتادن به جون اوند و تا میخورد کتکش زدن نادیا میگه باور کنید من قصد کشتن پدرام رو نداشتم اون خودش پاش لیز خورد و از پله های داخل ویلا سر خورد و به زمین خورد نادیا میگه وحید و رامتین پدرام رو به داخل ویلا بردن و من خودم هم اونجا بودم ویلا دوبلکس بود و ما از طریق پله ها به طبقه بالا رفته بودیم توی یکی از اتاق پدرام رو زندانی کرده بودیم و من تا میتونستم شکنجش کردم و از این طریق میخواستم تا پولم رو بده اما قبول نمیکرد وحید و رامتین به طبقه پایین رفته بودن تا استراحت بکنن اما من کنار پدرام بودم و همچنان داشتم اذیتش میکردم نمیدونم چطور شد که سعی کرد دستاشو باز کنه تا با من درگیر بشه اما من سری وحید و رامتین رو خبر کردم و وحید زودتر از رامتین به بالا اومد و با پدرام درگیر شد و درگیری اونها به را پله کشید متاسفانه وحید اون را از پله ها به سمت پایین پرتاب کرد و پدرام با کله روی پله ها پخش شد هیچ حرکتی از خودش نداشت و من وقتی نزدیک شدم دیدم که خون زیادی داره از سرش میره متاسفانه در اثر اینکه سرش به گوشه پله اصابت کرده بود جون خودش رو از دست داد و ما مونده بودیم که چیکار بکنیم وحید به هم گفت که نیازی به استرس نیست و جنازش رو تو همین ویلا دفن میکنیم و کسی هم متوجه ماجرا نخواهد شد که چه اتفاقی برای این فرد افتاده نادیا میگه باور کنید من قصد کشتن پدر رو نداشتم فقط میخواستم پولم رو از اون پس بگیرم که این اتفاقات افتاد نادیا میگه من این همه مدت رو به خاطر آیناز همسر پدرام چیزی نگفته بودم و میدونستم که از من که کارش تموم بشه آیناز رو اذیت میکنه مامورا اسارات این فرد رو ثبت میکنن جنازه پدرام رو که اونجا دفن کرده بودن میرن و با کمک نیروهای آتش نشانی پیدا میکنن و به پزشکی قانونی منتقل میکنن کارشناسای پزشکی قانونی هم طی بررسی هایی که انجام میدن تایید میکنن که این فرد بر اثر اصابت سرش به جسم سخت دچار ضربه مغزی شده و جون خودش را از دست داده جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک که توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه نادیا توی جایگاه اعلام پشیمونی میکنه و میگه به هیچ عنوان نمیخواسته تا همچین اتفاقی رو رقم بزنه از طرفی وحید و رامتین هم که با توجه به مشخصاتی که نادیا داده بوده توسط پلیس بازداشت و توی دادگاه حاضر بودند. اونها هم توی اظهارات خودشون به معمورا میگن هر چیزی که نادیا گفته بوده رو انجام دادن و توی این ماجرا هیچ دخالتی نداشتن خانواده پدرام اما اولش خیلی عصبی بودن و درخواست قصاص داشتن اما با تلاش های وکیل نادیا اونها در رضای دریافت دیه تصمیم میگیرن تا گذشت بکنن همین اتفاق هم میفته و نادیا و وحید به تام مباشرت در با توجه به اینکه خانواده پدرام گذشت کرده بودن به ده سال حبس و رامتین هم به تام معاونت در این قتل به پنج سال حبس محکوم میشه اما طبق اطلاعاتی که موجود بوده بعد از مرگ پدرام گویا آیناز موفق میشه تا از این خانواده نهایتا جدا بشه و مقداری از پول دیه پدرام هم به اون داده میشه و این دختر دیگه تنهایی به زندگی خودش در حال ادامه دادنه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم که تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای دختر که به خاطر رابطه جنسی که با دوست پسرش تجربه کرده بوده و نگفتنهای پدرش مجبور میشه تا پدرش رو گروگان بگیره رو تماشا بفرمایید